کانال پرفکت نرس خوش آمدید. قسمت آخر جواب بانک سوالات نرسینگ وزارت صحت عمر را با هم شروع میکنیم. لطفا اگه تا حالا کانال را سابسکرایب نکردید حتما کانال را سابسکرایب کنید. برای رشد بیشتر کانال لطفا ویدیوها را لایک و کامنت بذارید. تشکر. بریم سراغ برنامه امروز. یک طفل به ادویه پنیسیلین حساسیت دارد و دکتر برای وی کپسول آموکسیسیلین 250 میلی گرم سه بار در روز توصیه کرده است. شما به عنوان نرس به چه مواردی توجه میکنید؟ جواب هست. به دکتر در مورد حساسیت کودک به پنیسیلین اطلاع میدهیم. توصیه شما به بیماری که 400 میلی گرم ایبوبروفن سه بار در روز میگیرد چیست؟ ادویه 2 ساعت بعد از غذا مصرف شود. مریضی با نارسایی قلبی قرص دایگوکسین را میگیرد. نرس قبل از دادن تابلت به مریض متوجه می شود که نبض بیمار بسیار آهسته و در حدود 40 فی دقیقه می باشد. نرس چه عملی را انجام می دهد؟ جواب هست. ادویه را به مریض نمی دهد و به دکتر معالج خبر می کند. مرام از تطبیق انجی چیست؟ تخلیه معده و تداوی تغذیه، یعنی بهوجیم درست است. قبل از ساکشن نمودن طرق تنفسی کدام موضوع مربوط به مرض را باید بررسی نمایی؟ سرعت تنفس، عمق تنفس، قدرت بلعیدن و تولید تفشو، هیچ کدام. الف به جیم درست است. جواب هست. گزینه الف. هدف از تطبیق عملی ساکشن این کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟ تخلیه ادرار. در بررسی قلبی کدام نواحی را بررسی می کنید؟ تمام موارد فوق. کدام ناحیه ضربان قلبی واضح تر شنیده می شود؟ ناحیه اپکس. مرام از تطبیق فولی کاتتر چیست؟ تخلیه مثانه. به کار بردن کاندوم به کدام منظور اجرا می شود؟ جمع‌آوری ادرار و کنترل و عدم اقتدار ادرار. در وقت تطبیق کاتتر مثانه مریض را به کدام وضعیت قرار می دهید؟ وضعیت زهری. در بررسی و معاینه بطنی ترتیب مراحل کدام است؟ تفتیش، اسقاق قر و جس نمودن. تیوب انفی معدوی در نزد کدام مریضان تطبیق می شود؟ جواب هم. آوازهای تنفس نرمال را از کجا شنیده می توانیم؟ جواب هست. گزینه الف و ب. یک زخم منتن را به چه شکل پانسمان می کنیم؟ از اطراف به مرکز. هدف از تطبیق پانسمان چیست؟ تعقیب نمودن پروسه التیام زخم، پوشاندن زخم و جلوگیری از انتان، پوشانیده شدن زخم و جلوگیری از انتان. الف به جیم. جواب هست. الف به جیم. در ایریگیشن کلوستومی از کدام مواد برای شستن استفاده می شود؟ جواب هست. نورمال سالین. حرارت بدن نوزاد از کدام طریق اندازه گیری می شود؟ مقعد. قبل از اندازه گیری درجه حرارت از راه دهان نرس باید کدام توصیه رو به مریض انجام دهد؟ جواب هست. تمام موارد. پانسمان بیماری رو در روز دوم جراحی تمیز می نماییم. زخم بیمار به وضعیت خوبی دارد. به چه طریق زخم رو تمیز می کنیم؟ از مرکز به اطراف. به چه طریقی مطمئن می شوید که تیوب انفی معدوی رو در جای صحیح قرار داده و وارد طرق تنفسی نشده است؟ همه موارد. درجه حرارت نرمال بدن انسان چند است؟ 37 درجه سانتیگراد. اینجکشن از کدام طریق ها تطبیق می گردد؟ اینتراماسکولار، اورال، مسجو. جواب هست. اینتراماسکولار. عباره از آله‌ای که توسط آن درجه حرارت بدن تعیین می شود. ترمومتر. بعد برای تطبیق تیوب انفی معدوی مریضی را به کدام وضعیت قرار می دهیم؟ لیتوتومی برای معاینه معمولا خانم ها استفاده میشه. نیچست یا حالت سجده. فلاور معنی نشسته و سوپاین به معنی خوابیده به پشت هست که برای تیوب انفی ما فلاور یعنی نشسته میذاریم. سامان هایی که برای گرفتن درجه حرارت لازم هست کدام هست؟ خب ترمومتر. حالتی است که از تقلص بطین چپ ایجاد میشود. تقلص. پس ما سیستول داریم. برای کدام یک از اهداف زیر میتوان ادویه را از طریق مقعد داد؟ جواب همه موارد. عواملی که بالای فشار خون تاثیر میگذارد همه اینها. قبل از تطبیق ادویه نرس به چه کاری را لازم نیست تا انجام دهد؟
قیمت دوا را بداند. اعضای سیستم تنفس عبارتند از پنجره. در وقت تنفس کدام یک از کازات برای بدن ضروری است؟ اتو به صورت عموم از کدام طریق دوا زودتر تاثیر می نماید؟ زرق وریدی. در وقت پانسمان نمودن کدام چیز را زیاد مراعات می کنیم؟ قانون آسپتیک. عبارت از ساده ترین و معمولی ترین طریق تطبیق ادویه، طریق فمی یا دهن. ادویه به کدام اشکال پیدا می شود؟ همه اینها. کدام یکی از نقاط زیر معمول ترین نقطه گرفتن نبض هست؟ شریان رادیال. ادویه از چند طریق مورد استفاده قرار می گیرد؟ تمام اینها. در پیچکاری عضله به کدام زاویه داخل می گردد؟ 90 درجه. تبادل گازات بین انساج و خون به عنوان تنفس خارجی. چند نوع زخم می شناسین؟ این هم درسته ولی زخم بستر از کدام عوامل زیر پدید می آید؟ نرسیدن خون به انساج مربوطه. کدام گروه خون می تواند از همه گروه ها خون بگیرد؟ A, B. علائم حیاتی یا وایتالسان شامل کدام است؟ بلاد تمپرچر، رسپیراتوری یا تنفس، پلس یا نبض و بلاد پرشر یا فشار خون. تمام اینها هستن. قبل از تطبیق خون کدام یک از موارد زیر باید دوباره چک کردن؟ هم گروه خون هم آرچ. جاهای خالی را پر کنید. وظیفه قلب عبارت از پمپ خون به داخل شرائین. تنفس عبارت از گرفتن اکسیژن و خارج کردن دی اکساید کربن. هورمون های جنسی مؤنث عبارت است از استروژن و پروژسترون. از احتراق مواد غذایی و اکسیژن در بدن انرژی و دی اکساید کربن تولید می شود. واحد ساختمانی و وظیفه اجسام حی عبارت از حجرات. وظیفه کرویات سرخ خون رساندن اکسیژن به انساج است. یک نرس خوب مریضی را از نقطه نظر صحت روحی نیز بررسی می کند. انساج از یک جا شدن یک تخمه مذکر به نام اسپرم و یک تخمه مؤنث به نام تخمک تشکیل می شود. برای مریضان که اسهال خفیف دارند از همه مهمتر دادن ORS است. ادویه‌ای که برای تسکین درد داده می شود به نام آنالژزیک یاد می شود. در تنفس مصنوعی به مریض وقتی کمک کننده دو نفر باشد نسبت تنفس چند می باشد؟ 15:2. مریض با علائم تنفس سریع سطحی با نبض سریع و نامنظم و رنگ پریدگی موجود می باشد. اولین اقدام شما چیست؟ کنترل فشار خون، تطبیق سرم، خواباندن مریض به وضعیت زهری و بالا نگه داشتن، ارجاع به شفاخانه. جواب هست ارجاع به شفاخانه. در غرق شدن اولین اقدام شما جهت کمک به مصدوم چی؟ بررسی وضعیت تنفس بیمار. آنافیلاکتیک شاک. مهمتر اقدام شما در مورد مریض چه می باشد؟ بازنگه داشتن راه هوایی. در مورد کسور اولین اقدام چیست؟ بی حرکت نمودن استخوان شکسته. به درک واقعات عاجل کمک می کند. شنیدن، دیدن و بو کردن. علائم و اعراض شاک قرار زیر هست. گزینه الف درست است. اختناق عبارت است از اختناق یعنی خفگی و گزینه الف درست است. که اگر کسی سگ دیوانه رو دیده باشد علائم زیر رو در سگ مشاهده می کند. جواب گزینه الف هست. شاک عبارت است از گزینه الف. توضیح مکمل تری داده. کودک 10 ساله رو سگ نیم ساعت قبل خورده به شما مراجعه می کند. شما چیکار می کنید؟ جواب گزینه جیم. محل زخم با آب صابون می شونیم و برای واکسین ارجاع می کنیم. انجام کدام یک از اقدامات زیر برای بیماری که دچار شوک شدید و بیهوش از غلط است به بیمار مواد گرم بده؟ کدام یک از موارد زیر شامل رعایت حقوق مریض یا پیشن رایت نمی باشد؟ گزینه دال که اجازه دهید در هر جای رفت آمد کند. مریضی که به شفاخانه آورده و در حین یک دزدی از طرف نیروهای امنیتی زخم برداشته، برخورد صحیح با این مریض چطور است؟ چیزی که برای ما مهم است مانند یک مریض عادی با او برخورد کرده و از او مراقبت میکنه. خب تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودیم و این هم ختم سوالات. امیدوارم با لایک و کامنت از ما حمایت کنید و اگر
سوالات جدیدی رو پیدا کرده، حتما اون رو با من شریک کنه تا من بتونم با بقیه دوستان شریک بسازم. تشکر و خدا نگهدار.